سلام به تک تک عزیزان، بینندگان و شنوندگان در هر نقطه این دنیا که هستیم. ایمان دارم با خدمت عالی رومینا جان و پرستش پر از مستی که گروه پرستش داشتن، تک تکتون برکت گرفتیم و ایمان دارم که بقیه روز ما، ساعت ما مبارک خواهد بود. آمین. باور دارین؟ پیام امروز عزیزان که به سمعتون میرسه بر اساس صدای خدا بنا شده، صدایی که در سال تابستان سال 1999 در خواب شنیدم. باشه که تمامی جلال از آن عیسی مسیح خداوند باشه، خدایی که بین ما حاضره، خدایی که قادره از کلامش مراقبت کنه، نه فقط از پیامش مراقبت کنه، بلکه در قلب‌های ما، در زندگی‌های ما به عمل بیاره. در برهی از زمان در سال 1999 احساس میکردم که از رشد روحانی که داشتم متوقف شدم و یه جوری بی‌حسی روحانی منو گرفته بود. صدای خدا رو نمی‌شنیدم، خدا رو خیلی دور حس می‌کردم، اشتیاقم نسبت به کلام کم شده بود، اشتیاق خیلی وافری که نسبت به بشارت داشتم، به دعای شفاعتی داشتم، یه جوری رنگ باخته بود. یه جوری تو اون بره از زمان حسی که داشتم خیلی نگرانی بود، سرگشتگی بود. یادم وقتی سرود رو میخوندیم، چنان که آهو برای نهرهای آب شدت اشتیاق داره، همچنان جان من ای خدا برای تو شدت اشتیاق داره. اینو با اشکا در حضور خدا میخوندم که ای خدا، من جان من تشنی توست، تو کجایی؟ چرا منو ترک کردی؟ یادم در اون روزها از این جلسه به اون جلسه، از این کتاب به اون کتاب مراجعه میکردم که دوباره اون نهر روح القدس، اون اتحاد با آسمان برقرار بشه در قلب من. اگه کسی چشیده باشه، اگه چند روز از این حالت محروم باشه، مثل ماهیه که از تنگ بیرونش انداختن. یادم اون زمان یک سفری به آلمان داشتم و توی آلمان بود که متوجه شدم یه سمینار عالی پر از واعظین مس شده در ماینزه. خیلی با اشتیاق رفتم اونجا، ثبت نام کردم و گفتم حتما اینجا گره کار من باز میشه، ولی هیچ اتفاقی اونجا نیفتاد. یادمه که این وضعیت ماها طول کشید و حقیقتا داشتم کلافه میشدم. یه شب در خواب صدای خدا رو شنیدم که خوب میشناختمش، که این صدای خداست و من خطاب کرد و گفت منو که چشمه آب حیاتم ترک کردی و برای خودت حوض‌هایی کندی که آب تو خودش نگه نمیداره. وقتی که از خواب پاشدم، سراسیمه کتاب مقدس رو زیر و رو کردم و فهمیدم این آیه در ارمیا باب 2 آیه 13 است. میگه مرا که چشمه آب حیات هستم، این خدای هستم، این خدایی که دیروز و امروز و هر آن، به قول رومینا جان، این خدایی که امروز هست، او بوده، هست، به من نشون داد منم که جهتم عوض شده، منم که او رو ترک کردم و من هر دفعه فکر میکردم او روشو از من برگردونده. به بیانی به قول ما ایرانی، آب در کوزه و من تشنه لبان میگردم، یار در خانه و من گرد جهان میگردم. از اون خیلی وقتا ما آرزوی چیزهایی رو داریم، برای چیزهایی دعا میکنیم که خدا قبلن اونو به ما داده. در عیسی مسیح همه چیزها برکاتو به ما داده. مشکل نداشتن نیست، مشکل اینه که ما آگاه نیستیم از اون برکاتی که خدا در عیسی مسیح خداوند برای ما آماده کرده. برای همین پولس یکی از پرعظمت‌ترین دعاهای خودشو در رساله آسمانی و پرقدرت خودش در باب 1 آیه 18 میگه خدای خداوند ما عیسی مسیح، روح حکمت و کشف در شناخت خودش، معرفت خودش به ما بده، به شما کلیسا بده، که چشمای دل ما روشن بشه، چشمای دل ما باز بشه تا بفهمیم
امید دعوت ما چیست؟ کدام از میراث ما در خداوند ما عیسی مسیح و چه مقدار از عظمت قدرت او نسبت به کلیسا، نسبت به ما مؤمنین عزیزان؟ برای مثال وقتی زندگی سلیمان رو نگاه میکنیم عزیزان، این پادشاه غیر معمولی ترین انسان روی جهان بود که تا حالا میزیسته. سلیمان فرماندار بود، یه رهبر نظامی قوی بود، یک دانشمند بود، یک نابغه بود. تو کتاب مقدس نوشته از جمیع مصریان که آن زمان زندگی میکردن حکیمتر بود و دانشش بیشتر بود، یک متخصص عالی در تاریخ طبیعی بود. در مورد درختان سخن میگفت، سروای آزاد لبنان سروده ها داشت، یک جانور شناس متبحر بود، در مورد حشرات و ماهی های دریا سروده ها گفته. وسعت دل او، کلام خدا میگه وسعت ذهن او از ریک های دریا عظیمتر بود. رابطه های عاشقانه و ناب او عزیزان زبانزد عام و خاص بود. نوشته شده 700 زن صیغه‌ای داشت و 300 بانوی رسمی در حرم سرای او بود. خودش میگه در باب دو جامعه میگه هرچی که آرزو داشتم دریغ نداشتم، دل خود رو از هیچ خوشی باز نداشتم، هرچی که چشمم میخواست، چشمم میدید، دلم میخواست. کی آرزو دارن یه همچی زندگی داشته باشن؟ ولی در نهایت میگه بتالت هست، به اینجا رستم که بتالت هست، در پی باد زحمت کشیدن است. زیر این آفتاب برای انسان هیچ منفعتی وجود نداره. از آن سلیمان ارزش روابط حسنه، لذت، خوشی، نمیدونم کار، کامیابی، سعادت و خار نمیشماره هرگز. اون میدونه زمینی که خدا به وجود آورده، خلق کرده برای اینی که انسان‌ها از امانت‌های او پرورده بشن، از طبیعت او متلذذ بشن عزیزان. فقط داره میگه، خودش تجربه کرده، وقتی تمام این چیزهایی که توی دنیا پر از ارزش و از جان بهتر برای ما میشه بدون خدا هیچ معنایی نداره، وقتی خدا رو از صحنه زندگیت کنار میذاری همه چیز باطل و اباطیل و به دنبال باد دویدن میشه. وقتی به دنیای معاصر خودمون نگاه میکنیم عزیزا، حتی قبل از بحران کرونا چقدر انسان‌ها احساس یک نواختی، دلزدگی، خستگی، انگار همه چی برای انسان‌ها تکراریه، دائما دارن ابداع میکنن، اختراع میکنن یک چیزایی که خوشیشونو بیشتر کنه، شادیشونو بیشتر کنه. ما مسیحیان هم همینجور مستثنا نیستیم، کلیساها مستثنا نیست از این دلزدگی و خستگی. انگار پر از خستگی روحانی میشیم گاهی، انگار گاهی گوشهای ما از شنیدن دیگه خسته میشه و دائم در جستجو هستیم، از این کتاب به اون کتاب، از این کلیسا به اون کلیسا، از این سمینار به اون سمینار. داستان زندگی من نیست، خود واقعیت جستجو اصلا اشکالی نداره. اتفاقا وقتی انسان جستجو میکنه به طرف پیشرفت سوق میکنه. مشکل اساسی اینه عزیزان، وقتی انسان تشنه و گرسنه است و نمیدونه کجا این تشنگی و گرسنگیش رفع میشه و جستجو نمیکنه خدا رو، در نهایت دنبال جایی میره در جای اشتباه، گرسنگی و تشنگی خودشو میخواد رفع کنه. انجیل یوحنا باب 6 آیه 35 میگه کسی که نزد من آید هرگز گرسنه نشود، هر که به من ایمان آورد هرگز تشنه نگردد. عیسی داره اینجا خودشو آب حیات، نان حیات معرفی میکنه عزیزان. در عهد عتیقم ارمیا باب 2 آیه 13 داره میگه منو که چشمه آب حیاتم،
ترک کردی، نه فقط ترک کردی، کاشکی فقط ترک میکردی، ولی رفتی برای خودت حوزهای شکسته به دست آوردی که آب تو خودش نگه نمیداره. عزیزان، یعنی از جای دیگه داری تشنگی و گرسنگی، اون خلأ درونی خودتو که تو خدا قرار نگیره تو هرگز احساس سیری نمی کنی داری پر می کنی. من هستم عظیم کنارته. حتی این برای ایمانداران صدق می کنی. بارها من دچار این وضعیت شدم. من هستم عظیم کنارته، ولی در بهترین شکل حتی می خواهی تشنگی تو تا خدمات به دست بیاری. عزیزان، وقتی ما روزی که ایمان میاریم، لحظات خیلی تعیین کننده ای در زندگی ماست. خدا یک دفعه وارد زندگی ما میشه، درسته؟ ما تجربه شیرین آزادی و رهایی و پوری روح القدس رو تجربه میکنیم، ولی از اونجایی که آزادی، شفا، رهایی، عزیزان، روایت یک سفره که تا پایان عمر ما طول میکشه و باید به طور مستمر، پویا، زنده این نهر آب حیات، این ملاقات با خدا رو تجربه کنیم. از اونجایی که به یه ملاقات‌های سطحی و کوچیک بسنده می‌کنیم، همون چیز کوچیکی هم که یافتیم چون پر نمیشه به طور مستمر، چی میشه عزیزان؟ خالی میشیم. و وقتی خالی میشیم، گاهن خالی بودن، ایماندارای 30 ساله عزیزان ها خالی هن، سال هاست، فقط عادت میشه، معمولی میشه. حتی همطور که گفتم در بهترین شکلش اون خالی بودنمونو در خدمات مختلف میخوایم پر کنیم. عزیزان چی میخوام بگم؟ عزیزان، انسان قحطی زده، تشنه و گرسنه خدا دنبال آب و نان میگرده در مکانها و جاهای اشتباه، که میتونه این مکانها و جاهای اشتباه مثل یک تله برای او باشه. ما در کتاب مقدس میخونیم اینو، تجربه خیلی جالبی یعقوب و قوم اسرائیل داشتن. عزیزان در پیدایش 42 آیه 1 و 2 آیه خیلی قشنگه. فکر کنی یعقوب وعده رو به دست آورده بود، وارد سرزمین کنعان شده بود، خودش و قومش، سرزمین کنعان، سرزمین وعده، سمبل پوری خدا، در یه مقطع کوچیک قحطی شده بود. روشو برگردون به طرف مصر، فهمید که در مصر چیه؟ نان هست. به پسراش گفت پاشیم بریم مصر، اونجا نان بخوریم، زنده بمونیم، نکنه که بمیریم. از سرزمین کنعان، عزیزان، سرزمین شیر و شهد و عسل، برگشتم به سوی مصر. هر که گوش دارد بشنود که روح داره به کلیسا چی میگه. نعومی رو یادتونه؟ به خانوادش در کتاب رود، در کجا بودن؟ سرزمین یهودا، بیت لحم یهودا، که معنی سرزمین نانه. توی مقطع کوچیک قطعی شد، پاشد جلو پلاسشو جمع کرد، پسراشو، شوهرشو هدایت کرد بریم سرزمین کجا؟ موآب، جایی که خدا قدغن کرده بود، ممنون کرده بود. از علتی که اونا اونجا رفتن پلیدی نبود ها، خوب گوش کنید، خوشگذرونی و لذت جویی نبود، اونا فقط به دنبال سیر شدن بودن. با انتخاب خودشون رفتن که سیر بشن، فقط دیگه با انتخاب خودشون نمیتونستن برگردن. چقدر طول کشی؟ 400 سال، 430 سال. انسان قحطیش زده عزیزان برای بقای خودش حتی حاضره به طور مقطعی دست به انتخابات اشتباه بزنه، انتخاباتی که روی خودش و نسلش تاثیرهای منفی میذاره. انقدر تو این چرخه گرفتاری، دردمندی میچرخو،
زندگی میکنه تا بالاخره یک روز مثل قوم اسرائیل فریاد بزنه، نزد خدا ناله کنه، استغاثه کنه و خدای پرفیض صدای او رو بشنوه. همینطور شد، خداوند صدای او رو شنید. اما چرا 430 سال طول کشید؟ چرا؟ به خاطر اینکه وقتی بمونی تو اون وضعیت، حتی به اسارت عادت میکنی، حتی به خشکی روحانی معمولی برات میشه، عادت میکنی. انسان تشنه و گرسنه عزیزان در دنیای خودمون وقتی نگاه میکنیم، گاهی برای خودش چاه ثروت میکنه. در یک مجله اقتصادی نوشته شده انسان ها فکر میکنن اگه درآمد سالانشون 20% فقط اضافه بشه، فقط 20% خوشحالتر و خوشبختر میشن، ولی در نهایت به جایی میرسن که دائما باید این 20% اضافه بشه. انسان تشنه و گرسنه میان توهی عزیزان گاهی برای خودش چاه شهرت و موفقیت میکنه. یک ورزشکار نامی بود که میگو از 16 سالگی دلم میخواست قله رفیع شهرت و موفقیت و مدالهای عالی رو بپیمایم. الان 45 سالم شده، به خودم میگم که چی به دست آوردی؟ الان میخوای چی کار کنی؟ بعضی از افراد به خصوص خانومای عزیز تشنه و گرسنه زیباتر شدن، خوش هیکل بودن هستن. این افراد نمیدونن که زیبایی حقیقی وصل شدن به اون چشمه آب حیاته. اونا نمیدونن که زیبایی حقیقی زوال ناپذیره. چروک ها زیاد میشه هر سال عزیزان، قامت خمیده میشه، اما کسی که به خدا وصله، کسی که به اون چشمه آب حیات وصله، حتی مثل سارا در 90 سالگی درخشان و تابناکه. برخی از افراد تشنه و گرسنه چاه روابط هستن، عشق و محبت، انتخاب‌های اشتباه، پشت سر هم رابطه قطع میشه، دفعه بعد دوباره یه رابطه دیگه، این دفعه دیگه تجربه کسب کردم، این دفعه میدونم چه پسری رو انتخاب کنم، این دفعه میدونم چه دختری رو انتخاب کنم. از این چاه به اون چاله، از این حوض شکسته به اون حوض شکسته، کم کم به جایی میرسن انقدر دوچار این مشکل میشن، به جایی میرسن که پر از ترس و ناامنیان، دیوارای دفاعیشون بالا میره. حتی اگه یه رابطه سالمم توی زندگیشون بیاد میگن من میدونستم. سفرهای گالیور یادتونه؟ من میدونم که دوباره شکست میخورم. به قول ایوب ترسی که از آن میترسیدم بر من واقع شد. برخی از افراد قاطی زده هستن، پر از ناامنی هستن، تشنه و گرسنه تایید و تشویق هستن. دیدین افرادی رو؟ جلوش کافی هر یه نفر تعریف کنی، تمجید کنی، یک عالم فلون انفعالات شیمیایی در اونا صورت میگیره. پس من چی؟ من که این همه خدمت کردم، من که این همه کار کردم، هیچکی منو نمیبینه، منی بیچاره؟ حتی از نیاز به ناله کردن، مطرح کردن مداوم رنج‌های گذشته نشانه گرسنگی تشنگی برای خداست. احساس شهید بودن، احساس قربانی بودن، احساس اینکه همش دلسوزی کنی برای خودت. چطور دست برداره آخه این طفلک؟ اگه دست برداره از کجا کسب هویت کنه؟ بعد این شخص به جایی میرسه که تمام هویتش اون میشه. اصلا حتی نیاز به پورنوگرافی، حتی نیاز به مشروبات الکلی نشان دهنده یک نیاز شدید، یک تشنگی و گرسنگی روحانیه، نشان دهنده یک تنهایی شدیده، از خدا دور افتاده. و خودمون دیدیم در این بحران کرونا
عزیزان چطور خداوند به میان اومد، پرده از انسانهای خودمحور، انسانهایی که دائما پر از حوضهای شکسته برای خودشون میکندن و خدا رو از صحنه زندگیشون گذاشته بودن کنار، انسانهایی که مشغول بودن، مشغول حوضهای شکسته، دستاوردهای انسانی. میبینیم جهان بشریت عزیزان در این دوران معاصر یکی از بهترین دوران خودش رو داشته میکرد. دیگه هرگز مثل گذشته نخواهد شد. سیستم آموزشی قوی، خدمات بهداشتی عالی عزیزان، دولت‌های سرمایه گذاری که روز به روز داشت ترقی میکرد و فربه‌تر میشد. حتی انسان در دوران این تکنولوژی اینقدر قدرت پیدا کرده بود که انسان رو، عمر انسان رو میاد این عمر انسان رو از 70 سال مرگش رو به 85 سال رسونده بود. عزیزان انسانی که فکر میکرد با هوشمندی خودش زیباتر، تواناتر، قدرتمندتر، باهوشتر میشه. اصلا یه ویروس، یه ویروس ناشناخته نادیده، این ویروس بوده ها، همیشه بوده، از کجا پیدا شد؟ کیست که بگوید یا واقع شود اگر خداوند امر نفرموده باشد؟ و این ویروس اومد تا به ما بگه عزیزان چقدر شکننده هستیم، چقدر ناتوانیم، چقدر انسان بدون خدا پوچه. ما رو با مرگ روبرو کرد که در یک لحظه ماست. برو 2 هفته تو قرنطینه درو ببند، یه عطسه کارتو تموم میکنه، یه عطسه از کنار دوبور کنه. عزیزان کرونا فریاد خداست در کائنات که بازیست ای انسان خاکی و بدان که من خدا هستم. آمین. من آب حیات هستم، من اون چشمه گوارا هستم که فقط حیات حقیقی از من ساطع میشه. ای انسان خاکی ببین که بدون من چقدر شکننده و پوچ هستی. سؤال این عزیزان، آیا عیسی میتونه با رویاهای ما رقابت کنه؟ آیا عیسی میتونه زندگی‌های خالی ما رو که مثل یک فیلم درجه 2 گاهن حتی ارزش دوباره دیدن نداره به یک زندگی ابدی پر ارزش و پر معنا تبدیل کنه؟ آیا عیسی میتونه اصلا اون اشتیاق وافر ما رو برای تملک، برای کنترل، برای قدرت، برای شهرت عزیزان در هم بشکنه و بالاخره در زندگی‌های ما خدا باشه تا ما لحظاتی آروم و قرار بگیریم؟ آیا میتونه؟ عیسی خداوند 2 تا کلام قرینه در یک باب داره، در لوقا باب 6 آیه 21 و در چند آیه بعد 25 این 2 تا با آیه متضاد گفته. در آیه 21 میگه خوشا به حال شما اگر امروز گرسنه و تشنه هستین زیرا سیر خواهی شد. و آیه 25 میگه وای بر شما ای سیر شدگان زیرا گرسنه خواهید شد. وای بر شما که با هلهوله های این دنیا دارین خودتون رو سیر میکنین. وای بر شما که چیزهایی که تشنگی شما رو رفع نمی کنه فقط دارین جان خودتون رو میدین که اونجا سیر بشین. وای بر شما که مشقت خودتون رو دارین برای آنچه که سیر نمی کنه میدین. گوش داده خداوند میگه از من بشنوین تا چیزهای نیکو به شما بدم، تا دل شما از فربهی متلذذ بشه، سیر بشه. عزیزان عیسی امروز دنبال ماست، باور میکنین؟ عیسی امروز دنبال کلیسای عزیز خودشه، مثل 2000 سال پیش که عیسی در یک گرمای سوزان رفت جستجو کرد کدام خدایی مثل عیسی است
که با اون همه بارها و خستگی ها در اون آفتابی که هیچ کس بیرون نمی آمد رفت زن سامری رو پیدا کرد، زنی رو انتخاب کرد که می دونست پر از حوض های شکسته توی زندگیشه، می دونست که چقدر گرسنه و تشنه است. عیسی نرفت که او رو شماتت کنه، عیسی رفت که این زن تشنه رو با آب حیات، با آب زنده و گوارا، با چشم آب حیات او رو پر کنه. عیسی رفت تا فاصله‌ای که در قلب او پر کنه. عیسی رفت عزیزان تا اون حفره‌های درونی او رو که باعث شده بود این زن از چاه به چاله، از چاله به چاه بیفته پر کنه. اون زمان زنها روزی دو بار میامدن آب میکشن، یه بار صبح زود قبل از آفتاب، یه بار غروب آفتاب که آفتاب اونا رو اذیت نکنه. ولی این زنی رنج کشیده به خاطر بدنامیش سر زور میامد که هیچ کس اونو نبینه و عیسی مسیح پیغام عجیبی به او داد، گفت من به تو آب زنده میدم، چشمه خالص میدم، آب روحانی میدم، آب زندگی میدم تا پر و پیمون بشی عزیزان. و این زن که موضوع رو نفهمیده بود، دو تا آبو با هم اشتباه گرفته و فکر میکرد عیسی داره راجع به رفع نیاز روزانه او صحبت میکنه، میخواد فقط به او هر روز یه کمی آب بده یا یه معجزه کنه، سطلشو تو خونه پر آب کنه. دیدین خیلی موقع ما تو کلیسا میایم فقط همین یه آرامشی بگیریم، یک شادی بگیم، اون روزمون یکم تزریق بشه، تزریق روحانی، اوکی دیگه کافیه. این زنم همون حال بود و همین برگشت تو آیه 11 یوحنا باب 4 آیه 11 گفت ای آقا تو میخوای به من آب بدی، سطل نداری قربون شکلت، اگه سطلم داشته باشی چاه اینقدر عمیقه چجوری تو میتونی به من آب زنده بدی؟ عیسی در جوابش باب 4 آیه 13 گفت هر که از این آب، این آب چاه، این آب ایستا، این آب راکت بنوشه باز تشنه میشه، لیکن از آبی که من به او میدم هر که بنوشه هرگز هرگز تشنه نمیشه. اگه توی مقطعی هم تشنه بشه، اگه نوشیده باشه، خودشو به در و دیوار میزنه تا دوباره اون نهر زنده در اون سرازیر بشه. عزیزان اشاره به چیه؟ یک زندگی پر از روح القدس. عیسی امروز داره به سراغ تو اومده، میگه ای برادر، ای خواهر، ای مهمان عزیز، ای زن، ای مرد، من میخوام به تو آب زنده بدم، زنده و پویا که مانند اون آب چاه، مانند زندگی های بدون خدا راکت و ایستانیست که پر از دلزدگی و ملال و خسته کننده باشه. مثل اون آب زندگی نیست، زندگی طبیعی که باطل و اباطیل باشه، بی دوام باشه، از دور به نظر خیلی خوب بیاد، نیست؟ از دور دل میبره، از نزدیک زهره. در باغ سبز نشون میده، تو دنیا خیلی اینجوریه، یه مدت که میگذاری میگه ای وای بر من که تو چاله و چاهی افتادم. و زن از زن دوباره با اینکه عیسی مسیح خیلی مشخصا به اون میگه، دوباره از مسیر خارج میشه، چون هنوز باز نشده بود چشماش، عمق صحبتهای روحانی رو نمیفهمید مثل خیلی از ماها، و شروع میکنه به داستان سرایی. میخواد اون غلبه پیدا کنه، میخواد او عیسی رو از مسیر خارج کنه. چی میگی؟ از پرستش صحبت میکنی، آب زنده صحبت میکنی، پدران ما گفتن که در این کوه باید پرستش کنی، حالا شما اومدین میگین دارین در اورشلیم پرستش کنیم. من اصلا نمیفهمم عیسی داری چی میگی، کدوم کوه بالاخره باید پرستش کنیم؟ عیسی مسیح که قربونش برم، قربون اون حکمت خداییش برم عزیزان، نذاش این زن رو دور انگشتش بپیچونه، نیست؟ آخه الهی بمیرم برات، 5 تا شوهر کردی، چقدر ترد شدی، بعد طلاق هم گرفتی، چقدر زندگی سختی داری، مردم دهکده همش انگشت تو چشمت میکنن، حالا بذار یه کمی
وقت برات بذارم، برکتت بدم، دعا کنم، یه 3-4 تا وقت روان درمانی بهت بدم. اصلا میتونی چیه قربون شکلت بدم. هر کوی که دلت میخواد برو پرستش کن، این کو اون کو فرق نمی کنه. مهم اینه که قلبت با خدا باشه. عیسی مسیح چی گفت؟ ای زن مرا تصدیق کن، ای زن مرا تصدیق کن. ساعتی میاد، بلکه الان رسیده عزیزان، امروز روز نجاته. ساعتی رسیده که اون پرستندگان حقیقی در روح و راستی خدا رو پرستش میکن و پدر طالب چنین پرستندگانیه. این کوه اون کوه مهم نیست که تو داری راجبش حرف میزنی. عزیزان دریقا، حقیقتا دریقا، بسیاری از ما مثل زن سامری قادر به تشخیص فرصت هایی که خدا به ما داده نیستیم. چه آسون زمان ها و فرصت هایی که خدا به ما میده سرنوشت سازه. همین امروز خدا داره با تو حرف میزنه. اگه ایمان نداری، عیسی رو در قلب خودت نداری، خدا داره به تو دعوتت میکنه که بیا از این آب زنده بخور، با عیسی مسیح خداوند وصل شو، تو ببینی خدا در عیسی مسیح چقدر نیکوست. و تو ایمان داری که گاهی میری و میای و هنوز یه پا تو دنیاست، یه پا تو کلیساست و ترونن تشنه گرسنه ای. و با ایمان داری که گرسنه و تشنه مدت هست ولی عادی شده براشون، داره با شماها صحبت میکنه عزیزان. و چه آسون یه موقع ایام تفقد خودمون رو از دست میدیم. پیام هایی که خدا میده چقدر آسون از دست میدیم. و این زن داشت از دست میداد و عیسی به او گفت زن مرا تصدیق کن تا از تو زنی بسازم که پر از آب حیات باشی، سیراب باشی. نه فقط سیراب باشی که دیگه سر زور با ترس و بدبختی نیای سر چاه آب، بلکه انقدر سیراب باشی که از تو چشمه آبی جوشان به وجود بیاد که برای تشنگان و گرسنگان آب حیات برسونی. عزیزان میخوام اینو بگم، خواهر برادر عزیزان، وقتی ذائقه ما، ذائقه روحانی ما آب حیات رو میچشه، این نان حیات رو باش آشنا میشه، وقتی تو خدا رو میچشی در تو یک تحول عظیم به وجود میاد. وقتی تو خدا رو ملاقات میکنی، پری روح در تو قرار میگیره. این پری روح پادزهر هر قطعی زدگیه، هر تشنگیه، هر گرسنگی روحانیه و تو رو تمام حوثایش شکسته آزاد میکنه. تو از اون جهان کوچیک خودت، از اون آرزوهای کوچیک خودت که دائما دورش میچرخی، وارد یه جهان بزرگتر، یه آرزوها و رویاهای بزرگتر میکنه که تو رو در نهایت وارد پرستشی در روح و راستی میکنه عزیزان، که پدر طالب چنین پرستندگانیه. در این پرستشی که عزیزان رهایی، آزادی، شفا پشت سر هم در این چرخه مثبت، در این سرایت مفید قرار میگیری. زن سامری عمیق‌ترین نیاز درونی خودشو، عمیق‌ترین تشنگی روحانی خودشو دریافت کرد در اثر ملاقات با عیسی مسیح خداوند. او فهمید آب حیاتی که عیسی از اون سخن میگه فقط به آداب و رسوم نیست، تکالیب مذهبی نیست. عزیزان گاهی بیام کلیسا، حتی الان دارین این موعظه رو گوش میدین، خودتون مشغول کنین روزی نیم ساعت کلام خدا رو تو کانال های تلگرام وصلین، فقط اینا نیست عزیزان، فقط اینا نیست، بلکه اون آب حیات و زنده، اون چشم آب حیات میخواد در ما جاریش، اون پری روح القدس ما رو به جایی ببره. عزیزان وقتی تو پری روح القدس رو تجربه میکنی، دو تا کار عمیق محک این پری روح القدس، ملاقات با خدا که چندین بار من چشیدم، دو تا کار عظیمه. یکی اول این که انجام اراده خدا در اون اطاعت و سرسپردگی با شادی و خوشحالیه، و دومین عزیزان روحی در یک مسیحی که ملاقات شده پری روح القدس رو تجربه کنه، روحی در او به وجود میاد که کمک میکنه به گسترش پادشاهی خدا، چون نوشیده، چون پره، حرکت میکنه در دنیا.
دنیایی که در اثر تشنگی و گرسنگی رو به فناست و میخواد اونها رو برای عیسی مسیح خداوند بیاره و اونها این آب تشنه، این نهرهای آب زنده رو بچشن، این خدای واحد حقیقی رو در عیسی مسیح خداوند تجربه کنن. از اون داستان آزادی و رهایی و پری این زن و آزادی او از این حوزهای شکسته و باطل و عباطیلهای دنیا چقدر زیبا در آخر به تصویر کشیده شده. آیه 28 و 29 میگه آنگاه زن سبوی خود را گذارده به شهر رفت و مردم را گفت بیایید بیایید و کسی را ببینید، آنچه را که کرده به من گفت. آیا این مسیح نیست؟ پس مردم از شهر بیرون شده در پی عیسی روان گشتن. عزیزان این زن جار میزد، زنی که تنها بود، زنی که خودشو قایم میکرد. عزیزان پری روح خدا ملاقات یک شجاعتی در تو به وجود میاره که تمام ترسای تو برای بشارت، برای اعلان خداوندت فرو میریزه. هیچ چیزی نمیتونه مانع تو بشه. هر موقع آیه 28 رو میخونم فقط یاد شلمی در غزل‌ها باب 2 میفتم. باور کن تنها یک آرزو داشتم و دارم و خواهم داشت که خدا روحی مثل شلمیت به من بده. چقدر زیبا میگه شلمید، مثل زن سامری. بیاین ببینین، اونم سیاه‌چهره، اونم یه زنی بوده، این زن سامری خیلی در ضعف و شکست بود. وقتی داماد رو ملاقات میکنه در باب 2، همینجور من گزینه هایی رو برداشتم که با دل خودم خیلی صحبت میکنه. بیاین ببینید ای دختران اورشلیم، بیاین ببینید اون برای جان من چه کرده. بیاین ببینید، بیاییم ببینیم محبوب جان منو که به هزاره های ترین دنیا افراشته شده. بیاییم ببینیم که اون محبوب ترینه، که اون مرغوب ترینه، که اون بهترینه، که چطور بعد از اون ملاقات در سایه او به شادمانی در هر وضعیتی دارم زندگی میکنم. میوه های اون، خصوصیت او چقدر به دهان من شیرینه، چقدر شیرینه. وقتی اون رو نوشیدم دیگه کلام او برام غیر قابل فهم و بسته نیست، بلکه مثل عسل شیرینه، مثل آب تازه گواراست. بیان ببینین عیسی برای جان من چه کرده. عزیزان خدا با عروسش همچی کاری میکنه؟ چرا زن سامری، چرا شلمید یه همچین وجودی رو در او به وجود اومده؟ عزیزان چون از قلم رو اسارت گذشت، چون از سرزمین موآب، از سرزمین مصر، از سرزمین وابستگی ها و خودمحوری های خودش دف زنان عبور کرد، پای کوبان عبور کرد بدون خجالت. عزیزان بدون پنهانکاری. عزیزان مردم اون شهر انگشت و چشمش میکردن، تهمت بهش میزدن، ولی این زن بدون هیچ کینه‌ای داشت اونا رو به طرف عیسی هدایت میکرد. عزیزان وقتی از این آب حیات مینوشی دیگه بخشش برات سخت نیست، دیگه تو چرخه عدم بخشش و تلخی و خیلی وابستگی ها گیر نمی کنی. عزیزان میخوام بگم عروس مسیح، کلیسای خداوند، کلیسای محبوب خداوند در این زمانهای آخر، خدا میخواد در چنین پیروزی باشه، در چنین شور و انرژی زندگی کنه، در چنین شفا و حیاتی زندگی کنه. و این میسر نمیشه تا اینکه ما بدونیم چه حوزهای شکسته‌ای در زندگیمونه و بیایم نزد او و اجازه بدیم عیسی این چشمه آب حیات ما رو پر کنه. عزیزان ایمان دارم که امروز، ایمان دارم برای کسایی که دل خودشون سخت نکردن، خداوند امروز حرف زده، خداوند امروز پیام خودشو، سخن خودشو به گوش شنوندگان هوشمند رسونده و امروز خدا میخواد تو رو پر کنه. ای عزیزی که اینجا هستی، ای کسی که داری از طریق این رسانه ها میشنوی، آن قوت تحریر رفته تو رو، آن شور و حرارت از دست رفته ای تو رو که شاید داشتی ولی مثل خیلی موقع ها که منم از دست میدادم و میدم از دست دادی، خداوند امروز میخواد تو رو تازه کنه.
خداوند امروز میخواد تو رو از هلهوله‌های دنیا آزاد کنه. خداوند میخواد تو سطلای خالی تو رو پر از چشم آب حیات گوارا کنه. بیا امروز فقط کافیه مثل زن سامری در آیه 15 بگی ای آقا آن آب زنده رو به من بده تا دیگه تشنه نگردم و سر حوض‌های شکسته برای رفع تشنگی نیام. سرهای خودمون رو خم می‌کنیم برای چند لحظه. پدر عزیز، ای عیسی محبوب ما، ای چشم آب حیات، ای نان زندگی، ای تمامی نیاز ما، ای منشأ هستی ما، با تمام قلب و جان شکرت میکنم و دعای قلب من اینه که خداوند بیای امروز به سراغ عروسان خودت، همونطور که اون روز رفتی به سراغ زن سامری. تک تک ما خداوند همون زنان و مردان سامری هستیم که حتی اگه از تو آب حیات نوشیده باشیم، امروز نیاز داریم که پوری تو رو تجربه کنیم. بیای خداوند تو کسان خود رو میشناسی، کسانی که دستشون به سمت تو دراز کردن ولی دنیا اونا رو رو بوده، دوچار دنیا دوستی شدن، یا کسایی در بین ما هستن پر از ناآگاهی‌های روحانی. بیای خداوند با روح قدوست فرو بریزه هر آنچه که از تو نیست. بیا امروز ما رو با دولت قنای خودت از اون روح القدس پر کنه خداوند، تا اون زندگی های کسل کننده ما حتی در بهترین شکلش خداوند که عادت شده حتی زندگی های روحانی ما، خداوند بیا پر کن ما رو. خیلی از ماها ایماندار هستیم، شاید به سختی میام کلیسا، شاید گاه سخت میشه برامون چون همه چی کسل کننده و یک نواخ شده. ای روح القدس دعا میکنم که امروز ما رو پر کنی، امروز بیای به سراغ ما تا تو رو خالصانه تر عاشقانه تر بپرستیم، تو رو خاضعانه تر خدمت کنیم. ای روح القدس شجاعانه تر انجیل سلامتی تو رو به این دنیایی که خدا من در تشنگی در گرسنگی به سر میبره و پر از چاهای شکسته خدا ما اسیره، بتونیم این انجیل سلامتی تو رو برسونیم. بیا خداوند در این بحران هایی که هر روز داره بیشتر میشه، خداوند روح تو بر ما بریز که غلبه کنندگان باشیم در این زمان های آخر. غلبه کنیم با هرچه ناراستیه و هرچه دنیا دوستیه و هرچه خودمحوری و غروره. ای خداوند تو مسیح خداوند در اون یکتایی خودش، در اون زیبایی خودش، در اون جلال خودش آنطور که شایسته است جلال بیابه در دنیا. ای خداوند امروز سفره مقدس تو اینجاست، در کلام تو نوشته که نهر آب حیات از مذبح جاریه، فقط از صلیب جاریه. خداوند تو شکسته شدی روی صلیب، تو فروتن و متواضع شدی، همه چیز خودتو از دست دادی تو قوت قیام رو تجربه کنی، تو زنده بودن و زیست بودن حقیقی رو تجربه کنی، تو بتونی آب حیات رو به ما بدی. خدا من دعا میکنم که تک تک ما وقتی به این سفره مقدس نزدیک میشیم، خدا من متواضع بشیم در قلب هامون، شکسته بشیم خداوند، فروتن بشیم و اون حوض‌های شکسته که دائم بهش وصلیم، اگه ثروته، اگه شهرته، اگه دائما دور خودمون میچرخیم و میخوایم توجه همه رو به طرف خودمون جلب کنیم، دلسوزی برای خودمون داریم، دائما متوجه خودمونیم، آیا اگر تشنه و خداوند گرسنه روابط هستیم، خداوند با رفیق بازی و دوست فقط میخوام خودمون رو اشباع کنیم با عشق و محبت های انسانی، ای خداوند دعا میکنم که ما رو بیدار کنی، دعا میکنم خداوند رحمت تو که توبه است شامل حال تک تک ما بشه، تا از این سفره برکت خداوند که به یاد میاره چطور خودتو دادی برای ما، این نهرهای آب زنده، این مواهب و برکات آسمان
خداوند شامل حال عروسان تو بشه ای پدر عزیز، تا ما هم مثل زن سامری با زندگیمون با شخصیتمون خداوند حقیقتا در این دنیا نور و نمک باشیم، تو بتونیم با اشتیاق خداوند عزیزانی که اسمشون در دفتر حیات نوشته شده، عزیزانی که چشمای تو داره جستجو میکنه در این دنیا، عزیزانی که باید پیغام انجیل رو بشنون تا از مرگ و گناه و سیاهی و ظلمت آزاد شن، خداوند طریق کلیسای تو خداوند این مژده خوش انجیل برسه. ای پدر عزیز به دستای تو میسپارم ای نان حیات، ای آب حیات، دعا میکنم این سیری حقیقی رو کلیسای مقدس تو در این زمانهای آخر تجربه کنه، تا لب به هر آب گلالودی نده، چون در نام قدوس عیسی مسیح دعا کردم و کلیسای خداوند بگه آمین.